الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين. وبعد ما شما درس جديد داريم درس دوم ما يا درس بأساس درس هاي گذشتة يعني ما 16 هفته اي درس داشتیم درس سوم است لكن در اي كي 8 هفته اي درس دوم است. عنوان درس ما شما است تأثیر فلسفی یونانی بالای فلسفه های اسلامی یا تأثیر فلسفی یونانی بر فلسفه اسلامی. زیر از این عنوان ما درس داریم که تأثیر، هدف از این درس است که آیا فلسفه اسلامی از فلسفه های بیگانه، از فلسفه های دیگر جهان متأثر است یا نه؟ یا مثل که در درس‌های گذشته ما گفتیم که ما از خود یک استقلالیت فلسفی داریم، فکر ما، اندیشه ما، کتاب آسمانی ما، پیغمبر ما کلش مستقل است و به این خاطر فکر ما با فکر دیگران بر نمی‌گردد یا با کسی دیگر وابسته نیست و کتاب ما با مثلش و دیگر. و یا نی بین فلسفه اسلامی با فلسفه های دیگر وابستگی و تأثیرات وجود داره که این تأثیرات در فلسفه اسلامی هم دیده میشن. اگر ما در این مورد یک نظر کوتاه بکنیم میتونیم بسیار بسادگی بفهمیم. اولی که اگر از تأثیر گپ بزنیم هیچ امتی از امتهای گذشته، از نسل های انسانی، از علم ها، از فکر ها در جهان وجودی نداره که از یکی از دیگر تأثیری خود را نداشته باشه. امکان ناپذیر است که تأثیر نداشته باشه. ما از دیگران تأثیر داریم، تأثیر زیر تأثیر آمدیم، گرفتیم، دیگران از ما گرفتن و این میتو پیش میره دنیا و یکی از تعریفات حضارات یا تقدم همه این است که یعنی ام علوم و فنونی که تا جایی که رسیده از اون موج حضارت تقدم دیگه بیا او را پیش ببره به اوج خود برسانه. این تو نیست که یک تقدم تا یک جای رسیده باشد و دیگه یعنی یک امپراتوری یا علم یا نسل جدید بیا او را از صفر شروع کنه و قدیم را برمانه. مثلا به طور مثال مثلا انسان در بخش طبابت اگر فکر میکنه، طبابت از زمان آدم علیه السلام است تا جایی که تداوی بعضی از امراض را در زمان آدم علیه السلام میتونست، بعدیش نهنا را پیشرفت دادن امون طبابت امون تو پیش میره به نام حکیم و زیر نام حکیم تداوی میکرد. امون طبابتی است که تا حال فعلا دوام داره که آلی چیزهای را قدیم تداوی نمیشد لیکن در نسل فعلی یا در عصر فعلی ما در قرن 21 تداوی میشه. شاید چیزهای را ما در قرن 21 تداوی نتانیم لیکن در قرن 22 و 23 شان تداوی کده بتانه. این علم از پیش میره و این را نمیتانم بگویم که این علم یعنی طب که قدیم تا جایی که رسیده ما سر شروع میکنیم، ما تحقیقات علمی خود را سر میگیریم و میخوایم ما از خود یک فکر جدیدی جداگانه داشته باشیم که هیچ انسان قبلی ما در مورد از این گپ نزده باشه. امی تو هر علمی دیگر هم بگیر که این خواستن علوم تجربوی و علومی که به انسان شخصا خودش تعلق میگیره که چگونه باید پیدا کنه، چگونه ابتکار کنه، تأثیر خود را دارد. لیکن تأثیری که بالای فلسفه اسلامی دارد تأثیری منفی است یا مثبت است؟ یعنی تأثیری که ما از اونها گرفتیم یعنی به نفع ماست یا به ضرر ماست؟ مثلا اینجاست، قبل از که سریع از این موضوع بحث بکنیم تأثیر و اگر ببینیم تأثیر فلسفه در دو بخش اساسی است. یک تأثیر فلسفه یونانی بر علوم اسلامی است، یک تأثیر فلسفه یونانی بر فرقه های اسلامی است که در زیر علوم تألیفات هم یعنی در زیر فرقه ها و علوم معتقدات تأثیر فلسفه یونانی سر فلسفه اسلامی هم میاد. لیکن اساسی هم گرچه اینجا در درس 4 گرفته شده تأثیر فلسفه یونانی علی علوم اسلامی،
تأثير الفلسفة اليونانية على الفرق الإسلامية، العلوم والفرق الإسلامية، وتأثيرش بالاي تأليفات إسلامية، ودقارشان تأثير الفلسفة اليونانية بر فلسفة. اینا کلشان در دو میشه که مختصر شد، یعنی در دویشان مختصر شود. چرا؟ به خاطر که ما میتونیم این فلسفه را در دو علم یا در دو تأثیر گذاریشان واضح بسازیم. یکی که تأثیرش بالای علوم اسلامی تألیفات کل، و یکی بالای فرقه های اسلامی. ما اگر چند مثال کوتاهی را در این مورد داشته باشیم، صاحب به سادگی میتونیم بگوییم که فلسفه بالای فرقه های اسلامی هم تأثیر خود را داشته و بالای علوم اسلامی هم تأثیر خود را داشته. خاصتا در زمان قدیم فلسفه یک علم بوده که کسی که فلسفه را نمیفهمید او را عالم گفته نمیتونید، یا نمیگفت، خاصة بعد از خلافت عباسیان که توجه بزرگ مسلمانان به فلسفه شد، مدارس فلسفی ساخته شد، دار الحکمت و بیت الحکمت ساخته شد، مدارس فلسفی که توسط مسیحیان و یهودی های وقت و زمان پیش می رفت، استادانشان امون انسان ها بوده و مسلمانان هم بسیار به دلچسپی و شوق به این مدارس وابستگی میکردن، شاگردی میکردن، میخواندن و اونها بعضی چیزهای جدیدی جدیدی میگفتن که توسط عقل و توسط بعضی از چیزها، توسط منطق کلامیش بحث میکردن در بین علمای دیگری که از قرآن حدیث کم میزدن. سری از اینها یک تأثیر داشتن که اینها چیزهای جدید را یاد گرفتن در پهلوی از این که قرآن و حدیث ما میفهمی یا میفهمه. بعد از چیزهای علومی گذشتگان اینها اضافه تر میگن و خود را مثقف تر حساب میکنن که ما اضافه تر از شما میفهمیم، ما زیاد توانایی فهم داریم، ما اضافه تر در این مورد علم داریم. یعنی این چیزهای را بیان میکنن. به این خاطر ما میتونیم تأثیر فلسفی یونانی را بر علوم اسلامی در این مورد بسیار به سادگی بگیم. اولی که همه علوم گذشتگان یا علوم تألیفاتی که ما شما در اسلام داریم، مثل تفسیر و حدیث و فقه و عقیده و علوم که به نامهای مختلف بعدا تدوین شده، اگر بین از اینها ما نظر بکنیم، هیچ علمی از علومی از اینها دیده نمیشه که اینها یعنی همیتو بین مسلمانان نشر شده باشه و تأثیر خود را نداشته باشه. داریم تألیفات گذشتگان یا علمای قدیم خود را، تفسیر و حدیث و هر کتاب تو باز بکن، متونش بخون، ببین تو بحث فلسفی عمیق میکنه که تو ایرام ملکیات چی میگه. خاصتا کسی که وابستگی را به فلسفه نداشته باشن، اونها متن کتابی از اونها را میخونن، هیچ نمیفهمن که گپی از اینها چی بودن یا از چی بحث میکنن. منطق کلام های منطقی و فلسفی را از اون استفاده میکنن. به طور نمونه مثال، من مثلا کتاب تفسیر کبیر فخرالدین رازی را اگر براتون مثال بگویم، فخرالدین رازی کتاب دارن در تفسیر به نام تفسیر کبیر و یا تفسیر مفاتیح الغیب، شما شاید دیده باشین، به نامشان آشنا باشین، اگر نباشین هم یک ورق بزنین ببینین. این مؤلف رحمت الله علیه یک طریقه داره در نوشتن تفسیر خود، در سر صفحه چوکات میاره، بینش 5-6 آیت وابسته به یک موضوع را در بینشان میندازن و باز سر تفسیری از این بحث میکنه، شروع میکنه. مثل طریقه های تفاسیر دیگری که بحث فقهی میکنن، بحث عقیدتی میکنن، بحث بلاغی و نحوی میکنن، یعنی هر بحث جدا جداست. اول سر کلمات سخت
بحث میکنن و اونها را که شرح کردن کلمه ها را بیان کردن، بعد از میسر بلاغتش کلمه های بلاغی را میکشن، بعض کلمه های نحوی را با تفسیر موجز از این آیات را احکام فقهیش میکشن. ای تو این مؤلف نیست، این مؤلف مثلا در روایات که در بالای صفحه 96 را باشی میگن، میگه و فیه 20 مسئله، یعنی در امین آیات 20 مسئله یا 20 گپ هست، یا 25 یا 19 یا 15 یا ازی. در بین ازی اگر یکی دو مسئله، مسئله عقیدتی باشد یا مسئله بلاغی و نحوی باشد، لیکن اکثر و اغلب و جل این 20 مسئله باقیشان سر چیز؟ سر بحث فلسفی است که میبینی اینها همو بحث فلسفی را میکنند در آیات. و به مخاطر حتی برخی از مفسرین و علمایی که این تفسیر را خواندن یک فیصله عجیبی را در حق این مؤلف کردن و میگن در بارشان میگه فیه کل شیء الا تفسیر، میگه در این کتاب مفاتیح الغیب همه چیز علم فلک، ریاضیات، عقل، فلسفه، همه چیز وجود داره لیکن تفسیر وجود نداره. نامش تفسیر است لیکن تفسیر وجود نداره. ای از یعنی دیدن تأثیر مباشرش از فلسفه است، یعنی مفسر است لیکن با فلسفه زیاد تعلق داشته، تفسیری فلسفی تحقیق علمی. مثلا عقیده را اگر ما ببینیم کاملا فلسفی است، علم عقاید قدیم را ببین، مطالعه بکن، ببین بسیار فلسفی بحث میکنه و تأثیر بسیار بزرگ را سر علم فلسفه، سر علم عقیده داشته و جز از بسیار بحث پیچیده میکنه. اصول فقه مجال فکر فلسفی است، یعنی امو علمی است که در امی فلسفه اساسش است، از امیج شروع شده، از امیج بحث گپای خود را از این میجه شروع میکنه. پس کتاب های فقهی را اگر ببینیم در او تأثیرات فلسفه واضح هست، اصول فقه خوبیخی با وابسته به فلسفه هست، عقیده مجال فکر فلسفی اسلامی، بمثلش مثلا کتاب های نحوی یا مثلا تفسیر و حدیث، این ها بس که مفسرین است که تأثیرات از اینها فلسفه بالایشان واضح هست که مؤلفینشان از نمو فرهنگ فلسفهی که متأثر هستن در تألیفات خود، در گپهای خود، در نوشته های خود از اونها تأثیر گذاریشان، الفاظشان، صحبتهایشان دیگه میشه که اینها بین خود دارن. به این خاطر تأثیر فلسفه یونانی به این وجه یا به این شکل بین اینها وجود داشته و این قابل انکار هم نیست که ما بگوییم که فلسفه اصلا تأثیر خود را بالای علوم اسلامی نداره، غلط است. بخش دیگر ای که تأثیر فلسفه بالای فرقه های اسلامی هم بسیار واضح و ویدا و اشکار است، به این معنی که ما اگر تأثیر فلسفه یونانی بر فرقه های و اسلامی را ببینیم، بسیار زیاد در بین فرقه های شیعه یا مثلا در بین فرقه های معتزله، فرقه های دیگر بسیار زیاد دیده میشه، بلکه تحت گذاری این فرقه ها را فلسفه و یا عموم مردم کردن که اینها از علمی بحث میکنن، بخاطر که ما عقاید اینها را که مطالعه میکنیم بحث یا محض از فلسفه گرفته شده. مثلا فرقه شیعه در بینش فرقه از بنام اسماعیلی شیعه، اگر ما اینها را ببینیم، معتقداتش ببینیم در حلول الاتحاد و الروح و ابدی بودن و نه ابدی بودن، اینها کلشان این عقایدی که اینها گرفتن از کجا پیدا کردن؟ از اون موجه
برخی از عقاید معتزله را اگر ببینیم در صفات خداوند ثبوتی و عدم مش کدام صفات است، انکار از بعضی از صفات هم دیده میشه که اینها سرچشمه ایش از فلسفه گرفته میشه. و مثلش فرقه های دیگر را هم به طور نمونه و مثال اینها را هم به می منوال بگیر، بخاطر که وقتی که یک فرقه اسلامی از فلسفه تأثیر خود را بیان ابراز کرده باشه یا تأثیرش اینها فلسفه بالایشان واضح باشه، در دیگران هم نمیتو فکر بکن که اینها هم از اون متأثر است یا دیده میشه. به این خاطر ما میتونیم یک چند مثال را در تأثیرگذاری فلسفه بر علوم و فرقه اسلامی یونانی بر فرقه های و علوم اسلامی را یک چند مثال شب ببینیم. اینها یک چند مثال را به خاطر از این که تأثیر خود را باید بکنیم، مثلا در اینجا شما برتان ذکر کرده که حشر انسان با روح و جسم، علم خداوند با کلیات و جزئیات، یعنی علم خداوند با کلی همه چیز هست یا با چیزی کلی هست یا با جزی اصلا علم نداره، یا جهان قدیم است و حدیث است. این مسائل را ما میبینیم که اینها در اینجا وجود داره و دیده میشه که وجودش اینها چی هست. لیکن در اینجا تأثیر گذاریش بالای فرقه اسلامی، ما یک دو مثال را براتان مثال بگیم که مثل که معتزله و شیعه به این نظر است و ایمهی را بخاطر تأثیر گذاری برخی از چیزهایی را بیان میکنه که او وجود داره و هویدان و اشکار میشن. به طور مثال ما یک قاعده داریم، قاعده فقهی، که کل مجتهد مصیب و مخطئ. معتزله میگن در بخش میگه کل مجتهد مصیب فی ما عند الله، یعنی هر چیزی که هر مجتهد میگه و اونمو گب هدف خداوند است، یعنی خداوند امو را میخواه، پس او مصیب است، یعنی مجتهد غلط نمیکنه. یعنی هیچ مجتهد ایتو نیست که او را اجتهاد کرده باشه و غلط شده باشه. این مجتهد چیزی را که میگه او غلط نیست، کلش صحیح هست و کلشان یعنی صحیح گفته میگه، و ای که در برداشت ما او غلط باشه او برداشت خود انسان است، لیکن اونها صحیح شون امو چیزی را خداوند میخواه. شاید من چیزی را که برداشت یا اجتهاد میکنم امورم خداوند میخواه، و تو که چیزی را اجتهاد میکنی یا میگی او را هم خداوند میخواهد و امور خداوند هدفش هست. یعنی تو نیست که ما بگیم نه امور مسئله تو غلط است و نظر مسئله است. ای یعنی یک نوع خلای را بدین میاره که اگر ما اجتهاد را مطلق بسازیم و کسی که هر گپ را میگه کلشان صحیح باشه، یک نمه خلا و مشکل را وجود داره که پس هیچ کس غلط نمیکنه و غلطی اصلا در دین وجود نداره. به این خاطر ما مثال به سادگی یک دو مثال را همی فرقه معتزله و شیعه بازی یک دو مثال را میگن به خاطر از اینکه قناعت بعضی مردم را حاصل کنم و بگویم که ببینیم ما این تو یعنی مثال ها برایشان وجود داره که دلالت میکنه که این گپ ما صحیح است. میگه انسان، الانسان مقیاس لكل شيء، انسان قیاس کننده همه چیز هست، یعنی همه چیز را انسان به عقل خودش یا به فکر خودش قیاس میکنه. کسی یک قسم، کسی دیگه قسم، لیکن کسی نمیتونه بگه که این غلط است، یعنی کل ما صحیح است، کل ما در مراه خود سیسیم. به طور مثال میگه اگر ما شاگردان خود را توجهشان به یک تختی سفید و اینها را بگویم که می تختی سفید در بارشان شما 20 نفر شاگرد فکر میکنم و بگویم که این تختی سفید شما چی فکر میکنید بارش؟ ما بعد از 2 دقیقه
یا 20 دقیقه از شما درباره تخته های سفید سرش گپ میزنید. لکن شما خودتان فکر بکنید. بعد از اینکه 20 دقیقه پرا شود، اگر شاگردان را بگوین که شما درباره تخته سفید چی فکر میکنید؟ شاید یکیشان را بگوید که استاد ما درباره سفیدیش فکر میکنیم که تخته سفید از چی جور شده باشه. دیگرش بگوید ما از ساخت از این فکر میکنیم، ما در دولت از این فکر میکنیم کدام دولت ساخته شده، ای چطور امی ساختنش به کدام با کیفیت است، چگونه وسیله میشه، چرا خطش پاک میشه. سفیدی ها زیاد است، لیکن هر سفید خط پاک نمیکنه، ای پاک میکنه. پس اگر بگویم که در ساختش، در سفید بودنش، در پاک کردن خطش، در کل هر کدامشان سیز، شاید تفاوت فکری داشته باشن. یه بسیار عمیق فکر کرده، یه سطحی فکر کرده، یه ساده فکر کرده، و بسیار عمیق پیش رفته. یه را بگویم، لیکن کلشان غلط سیز، کدامش غلط خو نیست. یعنی درباره از می اینا امیر میگم، میگه وقتی که هر انسان درباره یک چیزی اجتهاد میکنه، خو اجتهادی از او شاید عمیق و غیر عمیق داشته باشه، لیکن کلش سیز. لیکن ما چی میگیم؟ نه، هر مجتهد سعیز اگر چیز را حق بگوید و مجتهد میشه و غلط بکنه، اما گپ را که غلط کرده و خاطر که غلط هم میشه صحیح هم میشه. اینطور نیست که کلی چیز را بگوید و صحیح باشه و هیچ چیز را غلط نکنه یا غلطی را نداشته باشه. یک مثال دیگر را هم اینها به خاطر نظر خود یا به خاطر وضاحت نظر خود یا به خاطر حق بودن نظر خود میگه. میگه اگر ما در یک اتاق نشسته باشیم، یک اتاق نشسته باشیم، میگه چی فکر میکنی که در این اتاقی که ما نشسته هستیم 5-6 نفر شاگرد است، امی هوای امی اتاق یا 20 نفر شاگرد امی اتاق، هوای امی اتاق برای همه اینها یکسان است یا فرق میکنه؟ فکر بکن لباسش یکسان، از نگاه نازکی و دبلیش، از نگاه دیگرم میگه نه فرق میکنه. هوای اتاق یک قسم است، درجه حرارت مثلا 30، لیکن در امی 30 که لباس هم یک قسم است، دبل و نازک نداره، کلکین هم یک قسم بکل لباس است، لیکن یکشان گرمی احساس میکنه، یکش سردی، یکش معتدل. میگه بخاطر از اینکه این فرق میکنه، هر کدامشان از دیدی بدن خودش او را فیصله میکنه. کسی میگه من اول خنک میخونم، کسی میگه نی ما گرمی میکنم، کسی میگه نی معتدل است، بسیار نرمال است هوا، نه به پکچالان کردن ضرورت داره، نه به باز کردن کلکین. یکش میگه نی کلکین باشه گرمی کردیم، یکش میگه بند شو گه سردی خوردیم. این میرم یک مثال برای ازی میگه. لیکن تأثیر از اینها را اگر ما در فقه اسلامی ببینیم، بسیاری معتقدات از اونها نقل است، مثل عقیده مثلا حلول والاتحاد، وحدت الوجود، انکار صفات خداوند، یا برخی از نظریات جدید که ثابت است در دین ما، مثل علم خداوند با کلیات و جزئیات، یا روح انسان، حشر انسان با روح یا جسم، جهان قدیم و حدیث، دیگه و دیگه. این مسائل را که در بین فرقه های اسلامی ما من حیث یک اصل میبینیم، یا تناسخ الارواح، عقیده نسخ روح از یک انسان به دیگه انسان، از انسان به حیوان، که در برخی از فرقه های اسلامی دیده میشن، نظرشان است، عقیدهشان است، با ما این درس را میدهد که اینها تأثیر فلسفه هست که اینها را متأثر ساخته و امو نظر فلسفه را اینها هم زمزمه میکنند. این نظر مستقل از اینها نیست، این در اسلام وجود نداره. ما زبان صحابه نشنیدیم این تو چیزی، یا در زمان پیغمبر و صحابه بعدیش نبودن، لیکن این نظریات که بین مسلمانان حال رشد میکنه یا پیدا میشه یا در زبانهای مسلمانان زمزمه میشه، دلیل این نیست که اینها تأثیرش از بیگانگان گرفته شده و از فلسفه های بیگانه بوده. به این خاطر اینها هم امو گپی اینها را بین خود باز زمزمه میکنه و بیان میکنه و این تأثیرش در معتقدات و در افکار و نظریاتشان دلیل تأثیر بودنی یا متأثر بودنی فلسفه ایمانی بالای فلسفه یا فلسفه اسلامی هم دیده میشه.
حتى صار الفلسفه الاسلاميه هم تاثيرش مثل كي ما قلتم در راس الفلسفه الاسلاميه چند فيلسوفان مشهور اسلام قرار دارن مثل غزالي و مثل ابن سينا و فارابي و خوارزمي و ابن رشد که هم برخی از معتقدات فلسفی یونانی را بین خود دارن که به اصل روح دین و به اصل کتاب اسمانی قرآن در تضاد است، مثل که از عقایدشان است، از ابن سینا و فارابی که روح حشر انسان با روح است نه به جسم و نیازم نیست، و از معایات سریع قرآنی این کار میشه که قرآن میگه که انسان به روح جسم حشر میشه، یا علم خداوند به کلیات که کلیات بفهم و جزیات نفهم و ایبم به اصل قرآن عظیمشان هم تب تضاد است که قرآن نمیگه بلکه دین ما میگه که قرآن به کلی و جزی میفهمه، حتی یک برگ درخت هم از علم خداوند خارج نیست که او را نفهمه، به مثلش جهان قدیم و حدیثی که یک اصل ثابت است در دین در خلقت اسمان ها و زمین ها و باز انسان ها، لیکن این ها که یک گپ را میگن تأثیری فلسفی نانی بالایشان شده که امو عقیده در قلبی از اینها جا گرفتن و حتی قناعتی از اینها را حاصل کردن که اینها هم امو عقیده را آل با ما شما هم از زبان از اینها نقل میکنن و با ما میگه که نی ای تو هست و ای تو نیست، در حالی که اگر قرآن را ببینی اونها و قرآن در تضاد واقع میشه و غلط است و قرآن مخالف این عقایدشان میباشند، که حتی برخی از فلاسفه اونها را کافر گفتن بخاطر این نمی که به قرآن در تضاد است و کسی که از قرآن از آیه و حرفش انکار میکنه کافر میشه، این علتش هم همین بوده.